با نام و یاد خدا، لیونل میسی و افشای راز ضربات کاشته مهار نشدنیش. لیونل میسی در فصول اخیر موفقیت بیشتری در گل کردن ضربات کاشته داشته و البته هیچ موفقیتی بی دلیل نیست. در ادامه با ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. لیونل میسی سال 2019 را با حضور در صدر جدول گلزنان اسپانیا به اتمام رساند. این بازیکن در این سال توانیست بهترین بازیکن سال فیفا و برنده توپ طلا شود. لیونل مسی همچنین ششمین کفش طلای خود را نیز به دست آورد تا سال خاطره انگیز برای او به ثبت برسد. لیونل مسی رکورددار گلزنی در تاریخ لالیگا است و در این رابطه چنین میگوید: به یاد دارم زمانی اوتو به من میگفت که روزی که گلزنی را شروع کنی تبدیل به بهترین در این کار خواهی شد. در آن زمان موقعیت‌های زیادی را از دست می‌دادم، ولی بالاخره راه دروازه را پیدا کردم و سپس کارها برایم ساده‌تر شد. لیونل مسی در ادامه می‌گوید که لالیگا یکی از باکیفیت‌ترین و دشوارترین لیگ‌های دنیا است و به همین دلیل برایم افتخاری بزرگ است که رکورددار گلزنی در آن هستم. این یکی از شیرین‌ترین رکوردها برای من است. لیونل مسی در مورد گلزنی و موفقیت تیم این گونه می‌گوید: هر بازی که به زمین می‌روم بیشتر به موفقیت تیم فکر می‌کنم و کمتر به گلزنی فکر می‌کنم. تمرکزم روی بازی بیشتر از گذشته شده است. لیونل مسی در مورد راز ضربات کاشته استثنایی‌اش این گونه می‌گوید: واقعیت این است که حالا روی ضربات کاشته بیشتر مطالعه می کنم و واکنش های دروازه‌بان ها را آنالیز می کنم. اینکه چی زمانی حرکت می کند و آیا قدم به جلو می گذارند یا خیر، نحوه چینش دیوار دفاعی نیز خیلی مهم است. با مطالعه همه اینها درصد گل شدن ضربات کاشته هم بیشتر شده است. در همین حال بخش نخست صحبت های لیونل مسی در مورد زندگی خصوصی اش است. فوق ستاره آبی اناره ها در این مورد میگوید که ریتم زندگی ما ریتم خاص و مشخصی است که بستگی به ریتم زندگی فرزندانمان دارد. ما بعد از اتمام جلسه تمرینی تیم به خانه ما می رویم تا سر غذا بخوریم و بعد به مکتب برویم و پسرهای ما را به خانه بیاوریم. زندگی ما بسیار با آنها بستگی دارد و خیلی وقتها روزانه نمی توانم که بخوابم. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.